سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام همینجا کوکتل تیوی بعد از مدت ها یک ما نبودیم یک ما تو یوتیوب فعالیت نشه بشه تقریبا میشه یکی دو سال میشه انقدر که برحال حال داستان داره اما بالاخره <متصفح> اینجا میخوام ببینم که آقا چه خبر شد چی شد کیو ای گذاشتیم تو اینستاگرام خیلیاتون سوال پرسیده بودید بعضیشو تو اینستا جواب دادیم خیلیاشم اینجا داریم با هم جواب میدیم ببینیم چه خبره اما قبل از هر چیزی اسپیک کردم ریاکت این چیزا رو نداره قبل از هر چیزی نداره چرا چرا داره سابسکرایب و لایک و اینا یادتون نره ما برگشتیم و میخوایم که حالا یه کارهایی بکنیم دمتون گرم دیگه بریم ببینیم که چه خبره سوالا رو با هم بخونیم ببینیم اصلا آرام کوچی شد چرا خدافظی بریم داشته باشیم خب آقا اولش همونطور که میبینید یه سری تغییرات ایجاد کرد. همونطور که میبینید بگران عوض شده یه تلویزیون اضافه شده حالا بگران میکروفون و اینها رو میبینید و خیلی تجهیزات دیگه که احتمال زیاد توی کوکتل تیوی پلاس ویدیوهاش رو گرفتم آن باکس و اینا ویدیوهاش براتون میذارم میگم که اصلا چه خبر اینجا چه تجهیزاتی هست و همچنین برای بچه که میخوان تازه تر شروع کنن چه تجهیزاتی بگیرن خوب و این داستان ها اون ویدیوها رو اونجا داریم یه سری تغییرات اینجوری بود استایل رو میبینید عوض شده حالت مو و فلان و اینا درت شده که راجعه هم حالا صحبت میکنیم و این حرفا اما دلیل اصلی اینکه که چرا نبودم یک ماه و بذار آخر اینکه که همه سوالا رو خوندیم با هم راجبش صحبت میکنیم اول از همه این که پرسیده چه مرگته انگار یه بگایی خیلی بزرگ داری پسر خوبی هستی کسچرهای ما مردم و جدی نگیر ملت ایران همه رو میکوبن حتی علی دایی به خاطر این داستانا نبود توضیح میدیم ولی دمت گرم که مخصوصا دیدیم معمولا مردم رو جزء مردم نمیدونم یعنی ایرانی ها یا مردم این که گفته بود ما مردم خیلی بال بود دمت گرم نظر بالی داده بودی یکی دیگه نمیشه دلیل اینکه انقدر میخوای خودتو برسونی به اون طرف رپ فارسی چیه چی گرت میاد کدوم طرف طرفی نداریم و اینم بگم خیلی توی متنا بود که چرا نبودی دلمون تنگ شده خیلی همونطور که میبینید تعداد زیادی بود دم همتون گرم مرسی به خاطر انرژی که دادید و بالاخره اینجاییم حالا نفر بعدی پرسیده که دوباره با اون یکی کانال یوتیوب با اون خانم ویدیو نمیذاری خیلی خنده دار بود خب معمولا آدما یه سری جواب هم میخورن مسیرا مثل هم و یه سری کارا میکنن دوره باحالی بود یه سری ویدیو با هم داشتیم ولی فکر نمیکنم این مسیر دیگه به هم بخوره و خیلی وقتی هم از خبری ازش نرم فکر کنم فعالیت خاصی هم نمیکنه حالا معلوم نیست آینده چی پیش میاد ولی فعلا که نه من همچین برنامه‌ای ندارم ولی خب دوره باالی بود ویدیو باالی بود همونا رو میتونید دوباره نگاه کنید دم خب یکی دیگه نمیشه این جبه به شدت سکسی و خفنه کدوم خدافظی کردیم دوباره اومدیم منتظر برگشت پرقدرتت با ریاکتا و رپ هواشیت هستیم آرام نارام دم گرم یکی دیگه نمیشه با یکی از بچهای فریاس پی پرده داش به زودی. به زودی چرا بعضی از رسانه ها رپ گوز نه ببخشید چرا بعضی از رسانه های رپ گوز رو به شقیقه رپت میدن بعضی کارشون اینه کار دیگه واقعا بلد نیستن یا شادن بعضی ها به این یه سری سیاست کثیف دارن میان یعنی این کار میکنن که به هر حال یه ایمپریشنی بگیرن مثلا بزنن دیس فلانی به فلانی که مثلا دیده بشه بعضیام هم نه واقعا خب همون فکر رو میکنن و دارن به اشتراک میذارن و هست دیگه نمیشه زیاد باش کاری کرد بعدی نوشته عاشقتم و اینکه یک کم اگه دوست از زندگی خودت بیشتر ما رو با خبر کن شاید حالت از خوب به عالی تبدیل بشه حتما پیشنهاد خوبی شاید این کار کردیم داداش خودت هم حس میکنم وصلی به من وصل زیاد هستم من به خدا وصلم به وای فای وصلم به یه سری بچه ها وصلم به دوستان وصلم تو وسال وصلم <applause> همه به یه سری چیزا وصلیم و وصلیم ولی وصلیم نمیدونم وصلیم خب نفر بعدی این دقه این دقه دفعه بوده فکر کنم این دفعه یا محکم برگرد یا کلا بی خیال شو بعد روش فکر کنم الان که دارم فکر میکنم فکر کنم بی خیال شیم ها تا ویدیو بعدی که نه دیگه خدافظ ما بی خیال شدیم بای بای نفر بعدی منتظر آلبوم حسینی یا یاد یا فدایی ببخشید یاد که آلبوم حسینی انقد دیگه منتظر آلبوم یاد بودیم که اونجوری شوق و اشتیاق و اینا واسش ندارم حسینو و این یکی دو تا اخیرش هم اونقدر مثل قدیم قوی نبود ولی فدایی ترکه آخرش واقعا ترکونده بود میخوام ببینم چیکار کرده واقعا به شدت منتظرم نفر بعدی دادش آلبوم فدایی ممکنه تا یه رو به دیگه ریلیز بشه ولی ریاکت تو به روتشیلد حتی به دو سال دیگه هم نمیرسه منطقی درست بود آفرین آیا واقعا کوکتل تیوی به گا رفت چون تنها ریاکتوری بودی که میدیدم ببین راستش رو بخوام بگم هیچ وقت کوکتل به گا نمیره معمولا به به کوکتل میره و از این مسئله که بگذریم نه کوکتل هست سال سری داستانه بود راجبش صحبت میکنیم چرا وجدانن کشیدی زیر کوکتلی مدت ویت کم داشتیم رول کردیم کوکتل چسبید تنها <تصفی> چنل یوتیوب رپ فارسی هستی که بقیه رو کارات کپی میزنن دیگه نکن از این کارا کپی می میزنید کپی رایت میزنم ها نوشته کدوم گوری عزیز دلم تو این گور جاتون خالی هوا خوب بود اولین تجربه بود تو گور و میتونم بگم که تجربه باحالی خیلی از شب اول قبر نترسید حالا من که نترسیدم خیلی چسبی جاتون خالی نه جاتون خالی آره جرم زشتیه ولی حالا خوب بود کلا در کل امیدوارم که کسی تو گور نره البته که خب یه حقیقت تلخه ولی در کل جا خودم بود جا شما خالی نبود بی احترامی اونم بیا. بیعترامی... ولش کن بعدی میخوای بیای که نری میخوای بیای که ماده ای راستش بخوای میخوام بیام که جفتگیری <applause> برمیگردی به ریاکشن آره ریاکشن میکنیم ولی آقا من چنل ریاکشن نیستم درست ریاکشن میرم ببینید بی پرده رب هواشی اخبار رپی حالا مثلا از کجاها بود ربیف رب هزار تا دیگه یعنی ما تو حوزه رب ویدیو میسازیم ریاکشن ها فکر نمی کنم تعدادش نسبت به ویدیو خیلی بیشتر باشه ریاکت هم میکنیم در مقابلش ولی اینکه ما این همه کار میکنیم فقط میگن ریاکشن و میتونی یه ژورنالیست رپ فارسی بگی میتونی یه فعال رپ فارسی بگی رسانه هم خیلی بد جو انداختنش ولی باز رسانه هم میشه گفت ولی اینکه فقط میگی ریاکشن نه ما تو ریاکشن ها خیلی دوست دارید بازم دمتون گرم ولی آره دیگه چرا بعضیا با تخریب رپرها روش میکنن پیامی نداری یه پیام دارم واسه شون آهنگ نمیترسم علی سورنا <applause> بهترین ترک امسال تا الان به نظر دیگه کم خیلی حضور زن هر ولی ترکایی که خیلی قفودم روش نباید سروش فکر میکنم خیلی خفم بود سروش و سینازا و یکی دو تا ترک هم جایدن اومده که باید ببینی چقدر عمر میکنن یعنی چقدر میتونی گوششون بدی خسته نشی زیاد ازشون نگذشه ولی خب مثلا نباید فکر کنم 5 -6 ماه شده و من مداوم دارم گوشش میدم ولی ترک خوب زیاد داشتیم حالا این ترک ها هم حالا بعد آخر سال نظر بدیم درست که ببینیم چقدر با ترک ها حال کردی پوتک قبل پیامبر یا پوتک بعد پیامبر 100 درصد بعد پیامبر تو رو خدا برگرد گزی چرا شروع نمی کنی؟ باور کن دلمون برای زمانی که هر شب لایو میذاشی تنگ شده راستش میخوای خودم هم دلم تنگ شده خیلی حال میداد یعنی کلا این جدا از اینکه حالا کارمونه و اینا مثلا یه تایم زیادی همتون تو میدونه من روحی روانی حالم خیلی خوب نبود هر وقت لایو میشدم و اینا خیلی میچسبید و شاید برگردیم به اون دوران نمیخوام قول بدم نشه ولی سعی میکنیم تا جایی که میتونیم پرکار باشیم طرف بعدی نمیشه که من گوز ایرانم و اینا سگ لندن هن خدایان تحلیل ببین مسئله ای که خیلی عمیقه و واقعا بعضی جاها آدم میره رو مخش خیلی خوب شد چون من تونستم آرتिस्टا رو بیشتر درک کنم و ببین ما مثلا هزار تا کار کردیم مثلا من ریاکشنی دارم که خود آرتیست بهش ریاکشن رفتم و میگه تو چه جوری اینا رو متوجه مثلا شدی یا مثلا بعضی وقت آرتیست‌ها پیام میدن ای ولی همون بود چیزی منظوری بود که من داشتم خیلی از بچه‌ها میگن آقا ای ول خوب میفهمی ببین وقتی فرست ریاکشن میری ریاکشن بار اول حالا من خیلی تاکید به فرست ریاکشن نرم من ریاکشن های ری رفتم که بار اول نبوده معمولا هم اول ویدیوها میگم ولی وقتی فرست ریاکشن میری یعنی که آقا تو اگه گوزم یوزم گوز بشنوی همون رو باید بدی بالا چرا چون اسمش فرست ریاکشنه تو ادیت آلبرت شاهد ادیتو آلبرت زده بود ببین از سر کار حالا کاری نمیخوام بهونه بیارم ضعیف بود من بچهای ریاکشن دیگه رو میشناسم که یعنی با هم صحبت کردیم عوض کرده بودن دوباره ضبط کرده بودن خود آلبرت که پشت دوربینه تو ادیت وقتی داشت میزد واقعا گوز شنیده بود قبل از اینکه من کنم خود منم گوز شنیده بودم ادیت که تموم شد آلبرت داد به من داشتم ویدیو رو نگاه میکردم دیدم میگه یوز بار دومی که گوش دادم میتونستم اونجا ادیت کنم کراپ کنم دوباره بذارم بدم بالا فرست ریکشن بود اون بود اشتباه شنیدم درسته برای بار اول ریاکشن دادن همین اتفاقا میفته و تو نمیتونی بگی که تو چرا کلمه رو شونه میشی آره یکی هست همیشه ریاکشناش افتضاحه من فکر میکنم دو تا ویدیو ریکشن دارم که خیلی بده یعنی خودم موزیکو خیلی نفهمیدم چون به هر حال وقتی بار اول موزیکو گوش میدی بعد حالت خوب باشه اون روز بعد مغزت خوب کار کنه میدونی وقتی میخوای اونو بری که بار اول گوشت خوب بشنوه دقیق فلان مثلا موزیک ویدیو میاد مثلا دقت کنید من اکثر فرس اکشن ها میرم به موزیک ویدیو زیاد دقت نمیکنم چون فکرم رو تکسه و این سخت میکنه کارو ولی اینو میخواستم بهش بپردازم که این همه کار خفن کردیم یکی یه بار نمیاد بگی بابا یه سوتی دادیم همه کریه رو میبرن زیر سوال که مثلا چرا فلان به ما سوتی هم جز ریکشنه و این اتفاق میفته مخصوصا وقتی فرس ریاکشنه اتفاقا اون یکی از اثبات که نشون میده فرس ریاکشنه و اون انجام دادیم و کاری نداشت ما اونو عوض کنیم صد درصد صد بار دوم سوم گوش میدادیم معلوم بود چی میگه و درست میشد اما در کل دم همه گرم حتی اونایی که هیت میکنن راجع بتل اتل زیروتونی بانکی تو نظری نداری؟ نه کی پخش میشه چه میدونم از خودشون بپرس دلیل اصلی کمگاریت بکنم مشکل ارزیت دارم ارزیت <تصفح> دلایل زیادی داره ولش کن شاید یکم نسبت به بقیه یکم تر باشی داخل ویدیوهات ولی لاین به لاین تک رو بررسی میکنی دمت گرم رسی بخاطر نظرت چرا ریاکت نمیگی چرا ریاکت چرا ریاکت چرا ریاکت, ریاکت نمیگیری دیگه بابا پاره شدیم از بس ریاکت علکی دیدیم که فقط فقط نیست فقط جو میدن بیا ریاکت برو بابا ایه. چشم من میخوام شده موزیک ویدیو یا موزیک از یه آرتیستی که مطرح نیست دیده باشی و خودت مشتاق حمایت شده باشی نه آرتیست حالا این نه آرتیست تش نمیدونم چیه ببین هفتاد درصد استوریایی که ما میذاریم یا تو اخبار رپی تو قسمت نیو آرتیست تمام بچه که دیدم کارشون رو حال کردم و براشون استوری زدم مثلا به ادمینمون که بنیامین باشه گفتم اینو حتما زیر نظر داشته باش کار جدید داد بذار و حتی موضوعی بود دیگه دیده بودید دیگه بچه ها رو حالا و فلان و اینا هفتاد درصد استوری اینه یه مسئله که هست این دوستمون هم که این استوری رو زده بارها دایرکت داده و مثلا خیلی ادامه که من خیلی رپم جدید فلان و اینا ولی اصلا اینجوری نبود که هست همه وقتی خودشون یه کاری میکنن فکر میکنن خیلی خفنه ولی اینجوری نیست و وقتی تو اون کارو حالا نمیبینی یا حمایت نمیکنی ازشون فکر میکنم ما بدیم نه شما باید به یه استانداردی برسی 100 درصد من ببینم یه سر استر... اس... چی یادم رفت کلمه‌شو استاندارد به یه استانداردی باشه من خودم حال میکنم میدونی مثلا خیلی از بچه‌ها بودن که اون موقع ما تو اخبار بعد آرتسای بزرگتر حال کردن در بالیش اینجا موقع که میذاشیم خیلی و فوش میدادن این چیه گذاشتی مثلا بغل یاسون، مثلا اینا ولی خیلی از های بزرگ باشون با آشنا شدن کار کردن ترکوندن و خیلی باحاله و من خودم اینو دوست دارم چون موزیک خوب میشم میدونی تو وقتی یکی که کارش خوبه به استاندارد رسیده و دیده نشده در حمایت میکنی انگیزه بیشتر بگیره پول بیشتر دایره هر چیزی کاری بهتر میده و منی که مخاطب رپ فارسی باشم راضی میکنه چون کاری به من میده که میتونم قفلی بزنم روشو لذت ببرم نفر بعدی همونطور که فوتبال بدون فردوسی پور حال نمیده رپ فارسی هم بدون کوکتل حال نمیده عشق منی زیاد مرسی سعی کنیم بیشتر باشیم من همه تون رو که نبودیم اما بریم بعدی ناموسن دیگه نرو رفته بودی یوتیوب سوتو کور بود نسخ بودیم شدید این بچه که نظر اینجوری میدن همشون خیلی گرمه ولی خب بچه های زیادی هم هستن که واقعا آنها خوب کار میکنن اگه از حق نگذاریم داداش ریاکشن‌ها ها رو دوباره شروع کن خسته شدیم از ریاکشن چرتوپر دیدن چشم فعالیت دستگاهی دوباره شروع میشه از همین الان چرا انقدر کمکاری خدایی بهترین ریاکشن ها رو داری عشقی لیل آرام کی قرار وارد صحنه بشه وارد شد حاجی نیستی تخمیال اشیار کشیدن کیا آدرس بده واقعا دیدم اتفاقا یه سری هم ویدیو داده بودن و توی کانال تلگرام این چیز چیزا گذاشته بودن و اینا دعوتتون میکنم به لایو با هم بشینیم منطقی صحبت کنیم مثل اون یکی دوستتون بلاک نکنید بیاید تو لایو منطقی صحبت میکنیم قبول داری حسین تکنیکی ترین اپر فارسه اصلا تکنیک ترین رپر فارس به ترتیب یاس رضا پیشرو سینا سایی آره مثل قدیم ریاکشن ها ادیت شده برو گور بابا هر کی که قضاوت میکنه و اینا موافقم لایف هم قشنگه ولی ادیت خیلی جالبتره و دقیق تر ببین من ادیت هم اگه بکنم دقیقا مثل همون لایو یعنی میگیرم ضبط میکنم میره دست حالا آلبرت یا اگه کس دیگه بخواد ادیت کنه که معمولا آلبرت کار انجام میده تموم میشه یعنی اینجوری نیست بگم آقا اینجا شد اشتباه گرفتم بیا اصلا که فکر کنی دقیق اصلا اینجوری نیست اولی بستگی داری دیگه سعی کنم یه بالانسی رو بینشون ایجاد بکنم که خفن تر بشه آرام دیوس کجایی یه ماهی نیستی یه ماهی نیستم آدمم دیگه یه ماهی نیستی رب هواشی ریاکشن رنیسی نمیخاطی شد ببین با بازی در میاری اینجوری میشه آرام دیوس کجای یه ماهی یعنی سیرب هواشی و ریاکشن بدون تو صفایی نداره حداقل یه پاسخ میدادی علت رفتنت منطقیه به نظر بعد مرگ چه اتفاقی میفته I have no fucking idea اصلا نمیدونم چه خبره و خیلی دوست دارم ببینم چه خبره به قول فدایی از مرگ نمیترسم از اینکه نمیرم میترسم واقعا سوال بزرگیه ولی میدونی با یعنی هم با حال هم زده حاله چون وقتی تو اگه بمیری و به جوابت برسی دیگه هیچ غلطی نمیتونی بکنی چون راه برگشتی نیست به جواب رسیدی اما هیچ غلطی نمیتونی بکنی پس زندگی تو بکن حالا به اونجاش به موقعش میرسیم همین الان به این نتیجه رسیدم خودم به خودم یه نصیحتی بکنم توی ویدیو رو جواب خیال رو ببینم خب چرا رفتی اصلا بعد جور جا تو رپ خالی بود فقط الان دوست دارم خودت هم با این موزیک ویدیو بیای تو مارکت کیف کنیم ببین من از اونجا که دقت کنی من خیلی سخت گیرم معمولا یعنی خودم قرار باشه کاری کنم بعد بس بس باشه یعنی حداقلش اینه که خودم بگم واو و آره بهتر اپر اصل چهار سروشی پاپولوژیس شنیدم آرام بیاد میگاد آرام بیاد هیتر میزاد شک نکن بریم بعدی آلبوم کرینگ رو گوش شدی خیلی گوش دادم خیلی دوست داشتم اسم هنگه یادم رفت اون که یه کانورسیشن و یه دعوایی با داشت خیلی داش بود خیلی خفن بود جایزه که فکر کنم گرفت و ترکون دیگه من آلبومش خیلی دوست داشتم دوباره یوتیوب فعال میشی آره شدیم همین الان که داری ویدیو رو میبینی فعال شدیم خب این بود از سوال ها که حالا بود و اینها اکثر سوال هم خیلیشون حالا تکراری بود و خیلی هاتون هم بودی چی قلب مریض حالا داستان چی که چرا نبودم یه سری اتفاقات خیلی عجیب غریب خیلی وقتا واسه من افتاده بود مثلا اینجوری بود که من دو هفته نبودم تو اون دو هفته هم حالم خوب نبود و وقتی هم می اومدم می‌خواستم ویدیو بگیرم ویدیو اونجوری که می‌خواستم نمی‌شد میدونی یه حالت اینجوری بود که فقط مثلا گرفتیم و این خودم رو اذیت میکرد چرا چون خروجی کار رو دوست نداشتم حالم هم بد بود و این حال بعدیم رو بدتر میکرد که خروجی کارم خوب نبود و به طب اعتماد به نفسم آورده بود پایین و حوصلهش رو اصلا نداشتم مغزم همش جای دیگه بود و اینا بعد بود تمرکز کافی روی کارم نداشتم مغزم جای دیگه میپرید و این داستان ها و بعد از اون اتفاقاتی هم که افتاد و اون دوتا خائن کثیف اون حرکات رو انجام دادن خب میدونیم درست ضربه ای به ما نزد کوکتل خیلی قوی تر از این حرف است که کسی بتونه روش خش بندازه اما یکم حال ما از آدم‌ها و اینا بد کرد بعد بعد تیم جدید پیدا می کردیم سری کارا و اینها تازه من بود خیلی زودتر برگردم و دستشون در نکنه یه سری ادیتورا ببین حالا اینا کاملتر کامل بعد توی ویدیو دیگه توضیح بدیم ولی مثلا اینجوری بود که پیش پرداختو که نه کامل پول واسه شون می زدم. طرف می رفت ماجی مکه تا بیاد کارو بده و این حرفها حالا منتظریم که پول بک بزنن اگه بک نزنن که همشون معرفی میشن که دیگه باشون کار نکنید و یه سری کارها اینجوری هم حالا اتفاق افتاد اما در کل من نیاز به استراحت داشتم نیاز به این داشتم که ذهنم از همه چی خالی کنم و بشینم فکر کنم اصلا میخوام کار کنم و اینها و ببینم اصلا چه خبره یکم این مغزم آروم شه فکرم ثابت بتونه روی کار باشه و ویدیویی که میدم خودم راضی کنه ویدیو خفنی باشه و میدونیم بهتر درست بعدم رفتم حالا وسیله بهتر بگیرم کارو بهتر بکنم و این داستان ها اینا همه یه کوچولو طول کشید و کلا یه مدت مثلا زیاد حوصله اصلا نشم یوتیوب کار کنم و اینها میدونی تو وقتی خودت اصلا حال نداری مثلا می جلو دوربینم چیز خاصی برای ارائه نداری و به نظر من حالا بعضیا میگن ضعیفم کار میکنی بکن مثلا یه شروع دیر بدتر از نه بهتر از یه شروع ناقصه و ما تو اون شروع ناقصه بودیم هی هی میبادیم بیایم هی نمیشد گفتم دیدم منطقی تر که یه ذره خودم خلوت کنم ببینم چه خبر و این داستان ها تو این مدت هم که اومدم خلوت کنم انقدر اضافه کاری کردم دوباره یه ما استراحت نیاز دارم ولی باز ذهنم آزاد شد و اینا و بهتر الان میتونم به کارا باشیم و این حرفا یه سری حالا کارا داریم مصاحبات هم ضبط شده سری مصاحبه دیگه فیکس شده سری کاربر برای میخوام بکنم با برنامه میخوام سعی کنم که ببرم جلوی که بچه هم نمیشه بود نمیشه بود تو برنامه ریزی نداری و اصلا و فلان منظم نیستی سر همین آره ببین همه پکیج کامل معمولا نیستن یکی مثلا استعدادش زیاد نیست پشت کارش زیاده که رو میگیره یکی استعدادش زیاده مثلا پشت کارش کمه که اون نتیجه که باید شاید رو نمیگیره و مهمترین فاکتور همون پشت کاره و تداوم دادن از خارج از اینکه استعداد داری یا نه استعداد ذاتی چون به هر چی تمرین کنی قوی تر میشی و بهتر میشی و میتونی کارهای خفن تر بکنی خلاصه که اینجاییمو از همه تو مسخره میکنم بخاطر اینکه وقتی که نبودم نمیخوام برنامه ها رو بگم که چی به چیه ولی داریم سعی میکنیم یه سری برنامه ها رو بیاریم یه ویدیو تو کانال آرش داریم و حالا خیلی کارهای دیگه در کل دارم به شدت تنگ شده بود چقدرم گرمه با اینکه باده داره میخوره ولی خیلی گرمه ویدیوهای چنل دورم حتما چنل دور رو برید فالو کنید که آنباکس این وسایل رو داریم و حالا توضیح راجع به وسایلا که اینا بچه‌ها هم که که جدیدا میخوان چی بخرن یعنی چه جوری میتونن وسایل بهتری بگیرن و خیلی ویدیو دیگه میخوام چنل دورم ران کنم سه چهار تا ویدیوش الان ادیت شده آماده است که قراره به ترتیب از امروز بیاد و از این ورم که ویدیوهای چنل یک خلاصه این بود از این نظرتون راجع به بنر لوگو پروفایل و این وله هایی که میبینید و و اینا که همه عوض شده بدید دوست دارم نظرتون رو ببینم حالا شاید پست جدا واسه شون بذارم توی خود یوتیوب که بتونید نظراتتون رو بدید هر فکر کنین جای پیشرفت داره بدید یه مسئله جالب بود که بود پروفایل که تو اینستاگرام عوض کردیم گوشیم خیلی هم گفتن شبیه لوگو ماحصل من به خودم گفتم ماحصل مگه لوگو داره بعد رفتم دانلود کردم یعنی چک کردم دیدم اینه این چی شبیه اینه چون نوران فقط تنها چیزی که دارن نورانی هن. اصلا نمیدونم حالا شدم لوگو اصلی ماحصل نیست ولی دیگه سمتم باران ماحصل بود با تو هم این نه این یکی دیگه بود خلاصه دمتون گرم یه سری تغییرات هم احتمالاً تو اجرا این داستانا دیدید دیگه مهم هم باله مهمن نظر بدید دمتون گرم انقدر حال داد بعد مدت و ویدیو ضبط کردم میخوام از ویدیو نرم بیرون ولی عشق منید امیدوارم که همیشه پاورجا پرقدرت توپ خوب عالی و بم باشید و یه اسکی هم از پوتک بریم علاوه پولدار تا ویدیو بعدی سیوسون سی